ائمه ما اگر زیاد ازدواج کردن و صیغه کردن، این صیغه کردن ائمه یک مبارزه سیاسی بود برای اینکه فکر آل محمد بماند و حلال خدا حلال باشد. اتفاقا بررسی کردم، دیدم بچه هایی که نطفه شون در مطعه بسته میشه باهوشترین و زیباترین و خوشبکترین بچه ها هستن. افتخارشون اینه حلال زادن و افتخارشون اینه که حلال زادن. وجود داره این که بعضی ها با هم دیگه دوست هستن، رابطه عاطفی با هم دارن، نه روابطشون فسادآلوده نه روابطشون منتج به ازدواج شده. این گام میانی رو نگاه شریعت اسلامی بهش متعه صیغه. صیغه یا متعه که بین مردم معروف به صیغه است، اما در حقیقت اصطلاح فقهیش عقد موقته، یکی از قانونهای طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی و برای مهارت زندگی سالم. موقت یک افتخاری است برای اسلام، یک بن‌بست شکن برای مرد و زن. بعضی از این آقایان که گفته میشه افرادی که نسبت به نکاح موقت خیلی ایراد گرفتن و این رو یک لایحه یا طرح ناسوابی دونستن، چطور نسبت به فحشایی که در غرب وجود داره هیچ موضع نمیگیرن؟ تصاویر پخش شده بخش‌هایی از سخنان روحانیون و تئوریسین‌های نظام ایران در جهت تأیید و ترویج ازدواج موقت بود که تلاش می‌کردند با آوردن احادیث و روایت‌هایی از تاریخ اسلام آن را توجیه کنند. ازدواج موقت که در ایران به نام صیغه شناخته می‌شود، شامل قرارداد ازدواج برای مدتی معین بین زن و مرد است که با تمام شدن آن مدت رابطه موقت خود به خود به پایان می‌رسد. صیغه که فقط در مذهب تشیع اثناعشری حلال است، می‌تواند از یک ساعت تا حد اکثر 99 سال باشد. در سالهای گذشته حکومت ایران و متولیان فرهنگ رسمی تلاش زیادی برای جا انداختن این مسئله در میان مردم کردند. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد سال 1393 در یک گزارش مفصل 82 صفحه‌ای به بررسی دلایل لزوم ترویج صیغه پرداخته و آن را درمان همه دردهای جنسی جامعه برشمرده است. این گزارش با نقل یک حدیث منسوب به امام صادق با این مضمون که متعه شرف و افتخار شیعه ماست، صیغه را یک موضوع اسلامی قلمداد می‌کند. مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور در خرداد سال 1386 گفته بود: ما نباید از ترویج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا می باشد پروا داشته باشیم و این مسئله باید با جسارت در کشور ترویج شود. بیش از این نیز در دهه 70 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران بحث ترویج صیغه را پیش کشیده بود که با واکنش مخالفان مسکوت ماند. که در سالهای گذشته بحث‌هایی در رابطه با ازدواج موقت مطرح کرد. چه تصمیمی در این رابطه گرفته اید؟ ما برای نبود تصمیمی بگیریم، ما راهش ما رو باز کرده. ما گفتیم این مسئله شرعی است و انسانی است و اسلامی است. با اون بحثایی هم که تو روزنامه شد، قبحی که تو جامعه داشت مقدار زیادی شکسته شده، ما فکر میگردیم یکی از مشکلات جدی دانشجوها و بسیاری از مردم ما که نمیتونن به ازدواج دائم برسن و خدا براشون حلال کرده، یه سنت حسنه اسلامی است و یه عرف عادت داره بدنام میشه. من از لحاظ فرهنگی خواستم، از لحاظ قانونی هم قانونش محکمه، اجازه داره دفاتر باید بنویسن. با آنکه روحانیون شیعه بر حلیت صیغه در اسلام تأکید دارند، اما سواد اعظم مسلمانان صیغه را عمل جاهلی و غیر اسلامی می دانند. صیغه در فرهنگ عمومی مردم ایران با تمام تبلیغات دستگاه‌های حکومتی همچنان یک عمل مذموم به شمار می رود،
اما امروزه به سبب گسترش فرق در میان تعداد زیادی از زنان و خانواده‌های کم درآمد در کلان شهرها به عنوان پدیده مقبول درآمده است و از آن به عنوان راهی قابل قبول برای نجات از گرسنگی و تأمین مخارج زندگی استفاده می‌شود. اشتباه کرده. ببینید قانون میگه، قانون میگه، آیه قرآن میگه که آقا از مرد تا 4 تا زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما یکی 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر توان مالی داشته باشین بتونه اداره کنی، بتونه هماهنگ کنی، بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواهد. روحانیون حاکم بر ایران در شهرهای مختلف این کشور با دایر کردن شرکت‌ها و وبسایت‌هایی به تبلیغ صیغه پرداخته و از این راه درآمد هنگفتی کسب می‌کنند. در شهرهای مذهبی شیعه نظیر مشهد و قم، آمار روسپیگری مقدس که نظام تهران آن را به عنوان ازدواج یا نکاح موقت در قوانین خود گنجانده است، بالاست. اگرچه در حال حاضر یک آمار دقیق و رسمی از ثبت صیغه و میزان گسترش آن در کشور وجود ندارد، اما وجود سایت‌ها و سامانه‌های مختلف برای ثبت حتی چند ساعته ازدواج موقت نشانگر این است که تقاضای نسبتاً زیادی وجود دارد. نامه وقایی اتفاقیه در شماره 38 22/10/94 گزارشی تحت عنوان رواج دلالی صیغه در تهران منتشر کرده که در این گزارش به چگونگی کار بنگاه‌های ازدواج موقت پرداخته است. خبرنگار روزنامه وقایی اتفاقیه گزارش خود را با این جمله آغاز کرده است: خیلی بانمکه، حتما خوشت میاد، فقط یه ذره ناز داره و نوشته است اشتباه نکنید، این صحبت مادرم نیست که دختر خانمی را برای خواستگاری به من معرفی می کند، بلکه بخشی از حرفهای آقای الف است که نمی دانم او را چه کار صدا کنم، ولی می توان گفت دلال صیغه است. این خبرنگار نوشته است: از طریق یک سایت به دفتر او در حوالی خیابان جمالزاده آمدم، آلبوم عکسی به من نشان می دهد و به هر کدام که می رسم توضیحات خودش را می دهد. هر کس قیمت خودش را دارد. به نوشته وقایع اتفاقیه، قیمت صیغه در این دفتر از 40,000 تومان شروع شده تا 300,000 تومان برای هر ساعت. خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به اینکه در این دفتر غیر از من چند نفر دیگر هم نشستند ولی خبری از بانوان محترم نیست نوشته است: طبق روال شما یک نفر را انتخاب می کنید و مبلغش را دلال محترم می گیرد و بعد شما را برای جاری کردن صیغه به جای دیگری معرفی می کند که همسر موقتتان را آنجا ملاقات می کنید. مسئول این دفتر دلالی صیغه به خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه گفته است: برای زمان بیشتر ماهانه محاسبه می شود، از 1,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان، حق دفترم از 500,000 تومان تا 1,000,000 تومان متغیر است. به نوشته این روزنامه، مسئول دلالی صیغه در این دفتر ماهانه 10,000,000 تومان درآمد دارد و از 4 سال پیش به این کار اشتغال دارد. اما خبرنگار روزنامه وقایع اتفاقیه از طریق سایت‌های همسریابی با 2 دلال صیغه دیگر نیز گفتگو کرده است که نرخ صیغه در دفتر یکی از آنها از ساعت 20,000 تومان تا ساعت 1,000,000 تومان است و 15% پورسانت می گیرد. اما در دفتر دلالی صیغه دیگر مبلغ مشخصی به زوجه موقت پرداخت نمی شود. فقط شوهر باید خانه مناسب همراه با وسایل برای زوجه تهیه کند و در حد معمول خرجی خانه را بپردازد و فقط برای هر معرفی و صیغه حداقل 6 ماه 1,000,000 تومان می شود. روزنامه وقایع اتفاقیه به وجود نوعی صیغه لوکس نیز اشاره کرده و یادآوری کرده است که قیمت آن بیش از 1,000,000 تومان در روز است. خدمات ماساژ با صیغه محرمیت. خبرگزاری ایلنا اردیبهشت‌ماه 94 از پدیده جدید تحت عنوان خدمات ماساژ با صیغه محرمیت خبر داد.
این خبرگزاری درباره فعالیت زنان صیغه‌ای در سالن‌های ماساژ با مهدی سجادی نیری رئیس اتحادیه گرمابه‌داران و ماساژ گفتگو کرده و او تایید می‌کند که برخی از واحدها از ماساژورهای زن برای مردان استفاده می‌کنند. مهدی سجادی نیری می‌گوید قیمت ماساژ در تهران از 55,000 تومان تا 110,000 تومان است. این تفاوت قیمت بستگی به محل و منطقه دارد. البته جنسیت ماساژور هم در این تفاوت قیمت نقش دارد. همچنین در سالهای گذشته سیاست توسعه گردشگری مذهبی در دستور کار دولت ایران قرار داشته است و مقامات رسمی ایران کوشیدند تا با تبلیغات گسترده، ارائه تخفیف‌های ویژه و در راستای سیاست‌های ایدئولوژیک خود هزاران تبعه شیعی تبار کشورهای مجاور را برای بازدید از اماکن مذهبی شیعه در ایران خصوصاً به شهرهای مشهد و قم دعوت کنند. روزنامه بریتانیایی گاردین در اردیبهشت سال 1394 گزارشی تکان دهنده از آنچه بازار پرسود زنان صیغه ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد خوانده است پرده برداشته و رواج تنفروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب را از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران دانسته است. پژوهشگران حوزه اقتصاد میگویند در شرایطی که هزینه اجاره مسکن در جنوبی ترین منطقه تهران ماهیانه 500,000 تومان است و حداقل دستمزد نیروی کار در شورای عالی کار به 800,000 تومان نیز نمیرسد، حل مشکل فحشا و روسپیگری کار مشکلی است. دکتر مرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، در گفتگو با یک رسانه ایرانی میگوید از هر زاویه‌ای که به ازدواج موقت نگاه کنیم، چه از لحاظ حقوق، عرف، بُعد اقتصادی، منزلت اجتماعی و غیره، صیغه یکی از جلوه‌های خشن ستمگری بر زنان است. وی تأکید می‌کند که صیغه فقط در مذهب شیعه رایج است و اهل تسنن نیز صیغه را قبول نداشته و آن را یک فحشا می‌دانند. به گفته دکتر امیر منصور بهرام، روانشناس و مشاور خانواده، آزاد سازی ازدواج موقت و پذیرفته شدن آن بر مبنای قانون حکومتی ایران جز آن که به ریشه خانواده ها ضربه وارد می کند هیچ کاربرد دیگری ندارد. این روانشناس می گوید ازدواج موقت بیشتر برای مجردانی که توانایی ازدواج و تشکیل زندگی ندارند پیشنهاد می شود، اما در حال حاضر آقایان صاحب همسر و فرزند بیشتر از هر طیف دیگری خواهان ازدواج موقت هستند.